درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از خبری تلخ و ناگوار درباره استاد بیژن مرتضوی، هنرمند بزرگ ایرانی. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. استاد بیژن مرتضوی، هنرمند خوب ایرانی که در عرصه نواختن ویولون، آهنگسازی و همچنین خوانندگی هنرمند بسیار خوب و با سابقه و کاربلدی هستند، متاسفانه در حدود 7 ماه پیش همسر جوانش خانم ستاره سعیدی رو در کشور ترکیه به شکل بسیار شوکه کننده ای از دست داد. حالا همیشون در فضای مجازی با انتشار پست ها و استوری هایی خبر از عزادار شدن دوبارش داده. استاد بیژن مرتضوی به سوی مادر نشستند. برای ایشون آرزوی صبر و آرامش داریم و امیدواریم که روح مادرشون شاد باشه. در ادامه به مختصری از بیوگرافی این استاد و هنرمند خوب ایرانی پرداختیم. استاد بیژن مرتضوی در 25 آبان 1336 در شهر ساری به دنیا آمده. خانواده ایشون 5 نفره بوده و دارای برادری به اسم فرهاد و خواهرانی به نام آرزو و آذر بوده. خانواده ایشون وقتی که بیژن مرتضوی نوزاد بوده به تهران مهاجرت کردند. بعد از اینکه مقطع دبیرستان رو به پایان رسوند به انگلستان مهاجرت کرد و تحصیلات دانشگاهیش رو در کشور انگلستان در رشته مهندسی و نقشه‌کشی شهری ادامه داد. استاد بیژن مرتضوی از کودکی به موزیک و نواختن سازها علاقه بسیار زیادی داشت. در سال 1979 میلادی به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاهی در ایالت تگزاس به تحصیل در رشته موسیقی مشغول شد. او در رشته موسیقی چندین ساله که به عنوان استاد افتخاری در دانشگاه ساوثهمپتون تدریس میکنه که بعد از اون در سال 1985 به کالیفرنیا رفت و اولین آلبومش رو به بازار عرضه کرد. آقای بیژن مرتضوی زمانی که به آمریکا مهاجرت کرد و زمانی که دانشجو بود ازدواج کرد و صاحب پسری به نام پژمان شد، ولی چند سال بعد از همسرش جدا شد و در سال 95 برای بار دوم با خانم ستاره سعیدی به صورت رسمی ازدواج کرد. این زوج 26 سال با هم اختلاف سنی داشتند که باعث شده بود در فضای مجازی حواشی و شایعات زیادی برای اونها ساخته بشه که خود خانم ستاره سعیدی ویدیویی رو منتشر کرد و شایعات مختلف حرف زد. اون گفت من در خبرهای شنیدم که گفته شده همسر دوم بیژن مرتضوی 26 سالشه، در صورتی که من 26 سالم نیست. اختلاف سنی ما 26 ساله. اون در ادامه هم گفت که برای خودش و همچنین استاد بیژن مرتضوی این اختلاف سنی اصلا اهمیتی نداره و اونها زندگی بسیار عاشقانه و خوبی در کنار هم دارن. ستاره سعیدی متولد شهریور ماه 62 در لس آنجلس بود. اون در رشته مدیریت در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شده بود و به عنوان مدیر برنامه و همراه همیشگی استاد بیژن مرتضوی در کنار ایشون بود که متاسفانه در سفر کاری که برای یکی از کنسرت‌های استاد بیژن مرتضوی و همچنین ضبط چند کلیپ به همراه شاگردان ایشون که در برنامه وایس آف پرشیا انتخاب شده بودند که اونجا ایشون به شکل ناگهانی در بیمارستان بستری شد و به کما فرو رفت. زمانی هم که در بیمارستان بستری بود ویدیویی رو منتشر کرد و حرفهای بسیار عاشقانه ای زد و از طرفداران استاد بیژن مرتضوی خواهش کرد که استاد رو در کنسرت‌هاش تنها نگذارن. بعد از عمل جراحی که روی مغز ایشون صورت گرفت، ایشون اما از کما خارج نشد و آقای بیژن مرتضوی ویدیویی منتشر کرد و گفت قرار بود بعد از عمل جراحی ایشون به هوش بیاد، اما به هوش نیومد و بعد هم ابراز امیدواری کرد تا همسرش برای کنسرت اتریش که در روز تولد ایشون برنامه ریزی شده بود حالش خوب بشه و بتونه که سفر کنه. اما متاسفانه ستاره سعیدی در همون کشور ترکیه و در بیمارستان درگذشت که باعث شوکه شدن و ناراحتی تعداد زیادی از هموطنانمون شد.
بعد از اون هم آقای بیژن مرتضوی ویدیویی رو منتشر کرد و گفت پزشکان گفتن که ستاره مدت‌های زیادی بوده که تومور مغزی داشته که حالا و بعد از این همه مدت خودش رو اینطوری نشون داده. استاد بیژن مرتضوی که به گفته خودش از 3 سالگی نواختن ویولون رو شروع کرده و بعضی از اساتید ویولون نظیر جهانگیر کامیان، پرویز یاحقی و عادل کریمی‌نیا در تهران نواختن ساز رو به ایشون یاد دادن، از 7 سالگی هم یادگیری پیانو رو شروع کرده و همچنین چندین ساز کوبه‌ای و زهی موسیقی سنتی رو هم مثل عود، تار و سنتور رو آموخته. ایشون تونسته در سن 11 سالگی در ایران مقام نخست مسابقات کشوری موسیقی دانش آموزان رو به دست بیاره. استاد بیژن مرتضوی یک گروه ارکستر 32 نفری رو در سن 14 سالگی تشکیل داد و در اردوی معروف تابستانی رامسر ساخته‌هاش رو اجرا کرد که با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. بیژن مرتضوی همچنین در فوتبال هم سررشته‌ای داره و گفته در دهه 50 به صورت حرفه‌ای در پست دروازه‌بان بازی می‌کرده. یکی از اعضای تیم ملی جوانان ایران محسوب می‌شده و با باشگاه راه آهن هم قرارداد بسته بوده و بعد از اون به تیم ملی جوانان راه پیدا کرده. اما بعد از دریافت دیپلمش تصمیم گرفته که از ایران مهاجرت کنه و فقط به درس و موسیقی بچسبه. از نظر تعداد زیادی از کارشناسان زمینه موسیقی، تفاوت بیژن مرتضوی نسبت به نوازنده‌های دیگه سطح تواناییش در نواختن تمامی سازها در آثارشه. ایشون در سال 96 تورهای کنسرتش رو به صورت جهانی برگزار کرد که با همکاری شرکت‌های معتبر موسیقی جهان بود. خبرهایی هم در فضای مجازی در مورد رفت آمد بیژن مرتضوی به ایران وجود داشته. ایشون طبق گفته‌های خودش در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی چند باری به ایران اومده و برای گرفتن مجوز فعالیتش مخصوصاً بعد از بازگشت آقای حبیب به ایران چندین بار تلاش کرده، ولی اون در زمان ریاست محمود احمدی نژاد کلاً ممنوع الورود شد و دیگه نتونست به ایران بیاد. بر اساس صحبت‌های خودشون ایشون در رفت آمدی که به ایران داشته در شمال ایران هم یک ویلا خریده. استاد بیژن مرتضوی در بحبوحه پندمی کرونا هم درگیر این بیماری شد و روی تخت بیمارستان افتاد. ستاره سعیدی در اسفند ماه سال 99 ویدیویی منتشر کرد و با حالت نگرانی زیادی از بستری شدن بیژن مرتضوی در بیمارستانی در کشور آمریکا خبر داد. استاد بیژن مرتضوی درگیر ویروس کرونا شده بود و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده بود. اما خوشبختانه بعد از مدتی وضعیت جسمانیش رو به بهبود رفت و از بیمارستان مرخص شد. استاد بیژن مرتضوی در مصاحبهشون به این مسئله هم اشاره کردن که شنیدم آثار و آهنگهای من در داخل کشور چه از رسانه‌های دولتی و چه در رسانه‌های خصوصی چندین بار پخش شده و دوست دارم مردمم بدونن که پخش شدن این آثار جدا از بحث اجازه و کپی‌رایتش باعث خوشحالی من میشه و نوعی رضایت روحی من رو به همراه داره. بیژن مرتضوی همچنین درباره علاقه شدیدش به فوتبال هم گفته من عاشق ناصرخان حجازی ام. پوسترهای عکس‌های ایشون رو که در اون ایام در تمام مجلات منتشر می‌شد رو جدا می‌کردم و به دیوار اتاقم می‌زدم. میزان علاقه من به ناصرخان حجازی به خاطر شخصیت قابل تحسین و فروتنشه که در مسافرت‌های مختلف هم ایشون رو از نزدیک دیدم و مطمئن شدم که شخصیت واقعاً والایی دارن. برای استاد بیژن مرتضوی که چند ماهی بعد از دست دادن ستاره سعیدی حالا به سوگ مادر نشسته، آرزوی صبر و بردباری و آرامش داریم. مرسی که تا این لحظه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.